دور پیش ساختمان شورای ملی یک روز پیش از حضور رئیس جمهور، نظامیان کشور برای تامین امنیت هرچه بیشتر محوطه شورای ملی آمادگی گرفتند و همه برای برگزاری این نشست کار میکنند. اما رئیس جمهور به روز دوشنبه در نشست مشترک اعضای مجلس نمایندگان و مجلس سنا درباره چی مسائل سخنانی خواهد کرد؟ قرار است فردا نشست مشترک در شورای ملی برگزار شود و در این نشست رئیس جمهور در مورد وضعیت امروز و فردای جنگ با نمایندگان مردم صحبت خواهد کرد. انتظار می رود که رئیس جمهور در این نشست در کنار مسائل صلح و جنگ درباره حکومتداری بهتر و برنامه های حکومت برای بیرون رفت از وضعیت کنونی نیز سخنرانی داشته باشد. تا حالا درباره جزئیاتش با ما معلومات ندادند، اما وکلا انتظار دارند که موضوعات مهم وقتی قرار است یک جلسه مهم مشترک مجلسین در حضور رئیس جمهور برگزار میشه و رئیس جمهور بیانیه خود ایراد میکنه، حتما مسائل مهمی باشه، در رأس مسائل امنیتی کشور. نشست فردا تقریبا یک سرنوشت ساز است، به شرط از اینکه این پالیسی و این استراتژی رهبری از کشور مقطعی نباشه، موقتی نباشه، اتنا شده که فقط باز با یک چراغ سرخ و سبز نشان دادن حکومت پاکستان یکسره کل پالیسی و سیاستشان تغییر بکنه باشه. از سوی دیگر خواستها این هستند که حکومت پیش از اعلام راهکار جنگ در برابر مخالفان مسلح تعریف روشن از دوست و دشمن باید داشته باشد. حکومت تنها از دشمن و دوستی که تعریف ندارد، از جنگ و صلح هم تعریف ندارد، بخاطر از اینکه جنگ و صلح هم برای خود تعریف دارد. مثلا حکومت قبلا در وقت کمپاین ها میگفتند، خصوصا دکتر غنی، که صلح قیمت دارد. ما متوقع هستیم که فردا برای پارلمان بگه که قیمت صلح چیست، قیمت صلح باید تعریف کنه، نه یکی مثلا از پارلمان تصویب جنگ بگیره. افغانستان عملا در جنگ است که به تصویب پارلمان ضرورت نداره، قبلا جنگ شروع شده و این جنگ حکومت شروع نکرده، مخالفین حکومت جنگ شروع کرده. وقتی که مخالفین حکومت جنگ شروع کرده، طبعا ختم جنگ و دوام جنگ به دست از واست. حکومت وحدت ملی پس از آغاز حمله های بهاری طالبان و حمله اخیر در شهر کابل، از تلاش ها برای پیوستن طالبان به گفتگوهای صلح ناامید شد و راهکار جنگیش را در برابر مخالفان مسلح بازنگری کرد. اکنون مردم انتظار دارند که با آمدن تغییر در رویکرد نظامی دولت در برابر مخالفان مسلح، آنان بیش از این فرصتی برای فعالیت های هراس‌افگنانه در کشور نداشته باشند.